مؤثر شدیم براش ناراحت هست. اینا رو همه رو بذار دیگه. سلام بازم شرمنده یک دل شد ببخش این یاسو شرم آوردم برای دختر خانم اون بر هستش دور هستش. خب باشه با ماشین میریم بس دارم در وجه ما در خدمتون ممنون بذار من خودم هم پر از مخاطبی پیام داده گفته که یه خانومی هستش قطع نخا هستش شوهرش هم بر اساس بر اثر تصادف صورتش کلا داغون هستش رو بهش سر بزن چند تا هم بچه داره یکی از مخاطبین برای من پیام داده گفت که یه خانواده اینجا هستن خانومش قطع نخا شده خب گفتم بیام یه سر بهتون بزنم گفتن که شوهرشون هم بر اثر تصادف یه جوری شده گفتم بیام یه سر بهتون بزنم ببینم اوضاع روزگارتون بر چه وضعی هستش دست درده که خدا خیر به اون چهرمان که پیام شما دارم نخیلی والا شراعتمون خیلی سخته بابا اون چی گفت دختر تو خوبی ببخشید برچه اساسی این بس از تصادف این قدر نخواه شد برچه اساس تر نه زلزله خوب خونه زیاد کلنگی بود یه سنگ کلن خونه آوار شد سر این بند خدا بعد بچه ها کجا بودن؟ بچه ها بیرون بودن بیرون بود بیرون بودن آدم خدا را شد بچه ها بیرون بودن بخاره گذشتم بالاخره یه خود متاثر شدیم براش ناراحت هستیم براش بعد نه اختیاره بعد نمیتونه اصلا دیگه هیچ کاری انجام بده دیگه خود سرپرستی خونه تو خودت با اون دختر درسته خب بعد چرا خراب شده؟ این کلام بارد اومد توفان اومد خراب شد آمونش من باد اومد خراب شد همومتون هستش این؟ این هموم آره هموم هم درستش نکرد آشپزخونه نداریم؟ نه بله آشپزخونه جای آشپزخونه قاید سن یعنی همومتون هستش ولی فعلا نداشتین آشپزخونه وسایل آشپزخونه رو گذاشتین داخل درسته؟ بله بله بعد دستشویتون هم درست نشد این آره؟ نه دستشویتون هم درست کردم نه میگم منظور این که آباید دسترهای دیگه بدم برش تا سرشو بپوشیدی آره سنگی من خودم نیسان دارم بعد هر کاری داشتی دیگه بالاخره شن خواستی بلوچ خواستی سیمان خواستی هر کاری داشتی بهم زنگ بزن برات بیارم بینم جا لونای سگتون هستش هستونم در نکنه چون که سگا حیوانات باوفای هستن باوفا تر از سگم ما نداریم و دستم در نکنه یه لونه براشون ساختی ممنونتم هستیم دست شما رو میبوسیم نه این از سیمان رو کنم درستش کن درستش کن بعد من خودم هم هر کاری که از دستم بر بیاد براتون انجام میدم بعد حالا شما بفرمایید هر وسیله که لازم داری من برم داخل مغازه تهیه کنم براتون بیارم دست در نکنه سلامتی نه اختیار داریم حالا من میرم یه وسیله اسبابازی و وسیله میگیرم برای بچه هاتون میارم ممنون دست در نکنه بچه هات خوشحال بشن دست در نکنه خانم نمیخوای ببریم دکتر خانم بردیم همین 4-5 روز پیش آوردیم یعنی یه هفته هم نیست چه آوردیم
یه چند جلسه دیگه داره که بورنش ایزی داری میبهش دیگه فیزیوتراپی؟ بله بله اون دستت در نکنی بعد حالا هر وقت ماشین خواستی خب دریغ نکن بهم زنگ بزن آرزم به خدمتت من در خدمتت باشم بعد این مخاطب فرمودن که شما تصادف کردین بعد گفتم چه خودتون در چه وضعیتی هستین تصادفتون من خواهد دیگه خیلی صورتم از ناحیه چشم خیلی در میکشه بودم خب از ناحیه چشم سمت راست راست خب دیگه باید برن یه عملی روش انجام بدن خیلی دیگه درد خب یعنی نوبت گرفتی یا من یه دکتر دارم آشنا خب اگه میخوای بهش زنگ بزنم نوبت بگیر برات نوبت نگرفتم خب باش الان یه من زنگ میزنم خانم دکتر رضایی من زنگ بهش بزنم بعد خودتون دیگه تر خوشش میکنی خانمو؟ بل بله ها خودم این دخترم دخترم دیگه اذیت شده خودم اذیت میشنم دیگه بالاخره دستون هم درد نکنه بالاخره این مادرمون هم زحمت کشیده بچه ها رو به دنیا آورده دستش درد نکنه الو سلام خانم دکتر رضایی خوبین؟ سلامتین؟ خوبین خانم دکتر سلامتین وقتتون بخیر اختیار داری مهندس حسین پورم خوبین سلامتین در خدمتتون هم ببخشید دیگه مزاحمتون شدیم ببخشید من ببخشید دیگه من اومدم به یه خانواده کمک کنم آرزم به خدمتت خانومش چه قطع نخا شده دارم میبرنش فیزیوتراپی و اینا خب دیگه همینجا مسیرشون راشون نزدیک هستش خب بعد شوهرشون بر اثر یک تصادف خب این زیبایی صورتشون رو مثلا نصف و نیمه از دست داده خب گفتیم که شما جراح پوست هستین خب زیبایی هستین گفتیم اگه چیز بدونید خب وقتتون مهیا باشه یه نوبت بذارین براش برا پس فردا فردا پس فردا هر موقع که فردا پس فردا فکر نکنم نوبت داشته باشن اگه برای تحصیلات یه برشی شلوغه بله اگه نشد ایشالله باشه پنج شنبه نه مشکلی نیست دستتون درد یعنی سه روز دیگه نه اختیار داری همون سه روز دیگه اوکی بله. آره بابا برای سه روز دیگه هم اوکی هستش تا چه ساعتی بیاد تقریبا یه سالی هست درسته میگه چه چهار سال بله دست در نکنه خانم دکتر ممنونتم به خدا ما شرمنده تونیم بالاخره ما همیشه هم مزاحم شما هستیم ببخش دست دوندن نکنه خیلی خوشحال شدیم خانم دکتر خدا حافظه فرقی نداره همون پنج شنبه خب من هستم از ساعت 8 تا ساعت 4 بعد از ظهر حالا هر موقعی که یاد بخواد بگه که از طرف مهندس حسین پور اومدم دیگه خودم ماینش میکنم دیگه کاراشو انجام میدم بالاخره گرمه چشم انا آدرس هم براتون مینویسم خب بعد گوشی داری شما؟ نه نداری؟ خب براتون مینویسم داخل چیز بعد بهتون میدم آدرسشو من برم مقاله بیام دیگه آدرسم براتون نیستم بیام بهتون میدم من چشم من در خدمتتونم ببخشید این خانم دکتره خانم خوبی هستش دیگه بری پیشش کارتو انجام بده من در خدمتتونم ببخشید
خدا خیرت بده. بیا یه دو سه جفت جوراب بچه گونه بدم بده. یه جفت جوراب سه جفت جوراب بچه گونه بده بچه مثلا راسته 7 سال 8 سال. یه دختر کوچیکم داشت فکر کنم یک سال نیم باشش باشه. این برای سبسه چند ساله است؟ 7 سال. یه بچه یک ساله بده پایین. این پایین فکر کنم بچه یک ساله باشه. خب یه جفت جوراب برای مردونه بده، یه دو تا هم زنونه بده برای آقا و خانم. بذارش اونجا. مردونه یه زنونه. اینا زنونه است بده. یه جفت مردونه هم بده چون جوراب نداشتن. من یه آنوان سر دارم برای پسرش. آرزم به خدمت. اینو بردارم براش، برای بچه. دو تا عروسک به من بده تا بگم. دو تا عروسک به من بده. این هم بذار. این هم بذار داخل پلاستیک. بعد یه چند تا هم باد بادک بردارم براشون که دیگه خوشحال باشن. رنگی بده دوست دارت قرمز هم بده که رنگی باشه. زرد بده یا قرمز بده اون رو بده. خب دیگه چی لازم داره که براش ببرم این رو هم بذار. یه دو سه تا دفتر و سه چهار تا هم مداد و چیزا هم برام بذار بهشون بدن. لوازم تحریر هم بهشون بدن. آره چون یه گاه سه نفر بدن. سه تا دفتر بده به اضافه سه تا هم مداد. این میخوام برم مدرسه براشون مداد باشم. من میخوام این هم بردارم برا بچهش. این هم بردارم برا بچهش. بیا اینا رو همه رو بذار دیگه. چیز بده من خودم بدم کلاس پلاستیک چیز بزرگ بده. سه تا دفتر گذاشتی؟ مسافشو کردی؟ هی بذار حساب کن. هی بذار سه تا دفتر گذاشتم، سه تا مداد گذاشتم، یه دفتر آخه میجوری حسابشون کن. سه تا دفتر، سه تا مداد بزن. یه جفت دیگه باید این چیز بذاری برای بسه 7 سال 8 سال هم باید بذاری. یه جفت دیگه جورا. خسته نباشی وقت بخیر باشی. بچه 7 سال 8 سال یه هست اونجا. آره همین. اینم بزن. خودش بکر میزنه داداش بلوکر هستش بگره زنی دواره.
ماشین هم هست. ماشین چه هست؟ من کارتم بیارم روزک بزن بزن حابطه نم اختیار دارین عزیزی پونسه بیستی تینه بیاره عزیزی دلی 75-06 میتو با بزن بیزاری داخل چیز؟ هفتاد و پنج سی افشش دسته در من ممنونتم این هم میدونی داخل یک داشتی داخل همین داشتی بزرگتر نبود داره؟ خب دسته در نکنه ببخشید ممنونتم ببخشید چند من داخل ببخشید دسته در نکنه ممنونتم قربونه طبیعا براشون بنویسم بهشون بدم آدرس خانم دکتر رو بله بذار بهشون بدم بسون بنویسم براشون من فقط یادم نره اینو بگیر زحمت این وسایل رو خب بذار من آدرس خانم دکتر رو بنویسم برات شیراز از چهار راه زند کوچه جراب هم برای شو گیر اختیار دست درمه اختیار داره قابل پول نداشتن دیگه بخلی دست درمه امام علی اختیار داریم دخترم پلاک 22 طبقه 4 این آدرسش هستش عزیز دل خب فقط من میخوام یه زنگ بزنم خانم دکتر کاویانی خب خانم دکتر کاویانی چیزش مطبشون فیزیوتراپیشون لردمون هستش خب با حساب بنده میرید 10 جلسه خب خواهی چند جلسه بذارم که تو تابی بذارم برای خانمتون بابا گفت بیارش تا من تا چند جلسه باید بذاریم بذار من زنگ بزنم یه بالاخره ببخشید دیگه اینا قابل نیستون رو نداشتن دیگه بالاخره براتون گرفتیم دلی بسا شاد شدیم خدا شاد شدیم خدا شاد شدیم ای بیا فرقون بیا بیا داره چیز داره همین در رو شقیه بای بود الو سلام خواهم دکتر کاویانی خوبین؟ سلامتین؟ خسته نباشین؟
ببخشید ما مزاحمتون شدیم. ببخشید ما یه خانواده هستش اینجا، خانومش قطع نخا هستش خب، بعد دکتر براش 20 جلسه چیز نوشته فیزیوتراپی، بله، بعد میگه تقریبا 10 جلسه رفته خب. ما میخوایم یه 10 جلسه دیگه شد دیگه پول ندن اینا خب، با حساب من باشه، بیا 10 جلسه بیا پیش شما خب، بعد پولشو من واریز میکنم، فقط شما 10 جلسه که این خانم میاد پیش تو شما رو کارتتون بفرستین تا من بفرستم پول بزنم به کارتتون. ما در خدمتم خانم دکتر عزیزین، خداحافظ. اینم خانم دکتر کاویانی بود خب دیگه، بالاخره اونجا خودت تیم دیگه میری پیش خانم دکتر رضایی، اینجا هم خانم تا میگی دیگه خداحافظ سلامتی میری پیش خانم فیزیوتراپی خانم کاویان. آقا ما در خدمتونم، خیلی هم خوشحال شدیم، بالاخره ما باید بتونی سر میزنم خب، آرزم به خدمت وسیله هم براتون میارم، خواستم یه اختی وسیله گرمایشی براتون بیارم، مغازه بسته بود کلن خب، چشهی بهتون سر میزنم من، هر کاری هم داشتیم به این زنگ بزنید، من در خدمتونم. علی یارتون، خدا حافظ، خدا حافظ، خدا حافظ. نو بتا دے سی مو دے نو 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 کے پات ابھی بتا دے کہ میں پات دے تے 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 چاشه کپات بیا شن بیا برون بیارش امید ده برون بیارش. برون بیارش. نه ستاکو دورده نه نکو اسم برون بیار. برون بیار.
آفرین. برو بیا. برو بیا تا برنی در شویل بسید. برو بیا. آفرین که بابا. بیله بیا. بیله بیا. بیله ایارم برای. بیا بیله یار. بیا. خیلی داغ نفسان آره. آب نداری بشوری؟ نه آب نیست، همین آب آبم داره خودش کثیف میکنه، اصلا فایده نداره، کثیفه. خیلی پاش بله. کفش هم نداره؟ دمپایی کفشی؟ کفشش نه، خراب شدن. خراب شدن؟ نمیتونم بشه. بله. خب باش. بعد یکی از مخاطبین برای من پیام داده، گفت که یه خانم با تا بچه هستن. بله. بچه این بچه هم خوابه؟ بله این خوابه. خب این تازه خوابیده، بچه شیریه. خب به خوابیده بدون چیزش نکن چجوری بیدار بله. بشه. بعد برای من پیام دادن که یه خانومی هست با تا بچه بله. بعد اوضاعش خیلی خطرناک هسته، خطرناک هم هسته بله. مادر شوهرش اومده خونشو با آتیش کشیده. گفتم بیام یه سر بهت بزنم ببینم در چه وضعیتی هستی، حالا هر کمکی از دست من بر بیاد دارات انجام بدم. ما اونجا پیش مادر شوهرم بوده، از خونه بیرونمون کرد. شوهر من هر چی زنگ زنه اصلا پیداش نمیدونم کجاست. و اینجا هم اومدیم یه خونه درست کنیم. ببخشید همین داشت کلامتون داشته باشین، یعنی شوهرت معلوم نیست کجاست، یعنی کجا رفته؟ معتاده؟ زندانه؟ رفته یعنی کار کنه، بعد هرچی بهش زنگ میزنن دیگه جواب اونم نمیده. یعنی کلا یعنی ترکتون کرده؟ نمیدونن شاید، اصلا ازش خبر ندارم. خب بعد اومدن اینجا یه خونه درست کنن واسه بچه هم سرپناهشو. خب بعد اومد اینجا بام دعوا کرد، کتکم زد، اینجا رو به آتیش کشید. خب به چه خاطر این کارو انجام داد؟ میگه نباید اینجا بمونی، اینجا هم که جلو چشمونی نباید باشه. خب این زمین یعنی مال اونا هست؟ مال مادر شوهرت این هست؟ مال ماست، نباید اینجا هم باشه. آها خب اینم ولی بد کاری کرده مادر شوهرت. وسیله هم و فتوه هم و همه چیز هم اینجا این در شأن یه انسان نیست خدا وکیلی که بیاد همه چیز سوختن؟ همه چیز سوختن بله، فقط اینا ازش موندن. نه دیگه در شأن یه انسان نیست که همچی کاری با فرزند اینا نوه هاش میشن، نباید این کارا میکرد. بالاخره ما متاسفیم برای شما خانم. حالا من وضعیت رو دیدم، خب بعد خیلی بد هستش. حالا من چه کاری از دستم برمیاد برای شما انجام بدم؟ همون کارو برات انجام بدم. چیزی بیاریم بدیم بچه هم بخورن، وسیله خورد و خوراک. خب بله حتما باید یه پتوی زیراندازم برات بیارم، خب یه چادرم برات بیارم بالاخره. بعد خب مگه نمیگی اینجا نمیشه زندگی کرد؟ بله بله. خب بعد ببرم تو کجا؟ زمین سراغ داری؟ اینجا یه زمین هست ولی خب دوره؟ از اینجا دوره. بعد صاحب زمین میگه من این زمین رو نمیدن، گرون میده، ما هم که پول نداری. خب من نه، من خودم خب بله. پول زمین رو میدم خانم، اصلا نگران بله. نباش. خب
بعد شما میتونید الان بهش زنگ بزنید بیاد اینجا؟ خب بهش زنگ بزنید بی زحمت. زحمت گوشی بدیم من یه زنگ. من گوشیم داخل ماشینه ببخشید. بله خواهش میکنم. گناه داره بچه سمیت نازیه گناه داره. الو سلام، خوبین؟ سلامتی؟ آقا زمینتون رو خواستم فروشین، خواستیم ببینیم چه قیمتی میتونیم بیاییم اینجا پیش ما سوش بشورم. باش خیلی ممنون. همین الان اگه میشه همین الان بیاییم، چون یه خیر اومده میخواد کمکی میکنه از این وضعیت درد ما، پول زمین رو میخواد بده. باش خیلی ممنون، الان میاد یه چند دقیقه دیگه میاد. دست در نخواه بشش خیلی گفتی. ممنون دست نه. در نخواه اختیار دارید گریمت رو نه بابا اختیار دارید چرفی. این بچه اینجور دو روز اینجا آره تو هم خوده. مثلا یخت ذهن درگیر بوده بله. من خودم متوجه هستم که مثلا اون ذهنت مثلا بهتون نمیگی که این کار باید انجام میداد اینطوری، یا من میرم وسایل براتون میارم خب بعد تا این آقا بخواد بیاد من بیرم وسیله برات میگیرم میارم. بعد اومد نگهش دار بگو مهندس رفته جایی یک وسیله برامون بیاره دیگه، بالاخره من الان میام خدمت من میرم وسایل میگیرم. نه اختیار داریم در خیرتون بوده خیلی ممنون دستون نه اختیار داریم، ما وظیفمون هستش هم من هم سید هم احمد هم آرزم به خدمت کمیته امداد اداره بهزیستی وظیفه‌مونه که بالاخره به شما نیازمندان خانواده‌های عشایری کمک کنیم، بالاخره کار خاصی براتون انجام نمیدین خانم ما در خدمتون. من میرم یخت وسایل خوراکی و به اضافه چادر وسیله براتون میارم. این آقا اومد بگو وایس تا معلم ببخشید من یه دفت کفشم برای این بگیرم بیارم ببخشید. میخوایی پات کنی اینو پات کن فعلا سردت نشه، بذار مادرت پات کنه اینو. مامان کلاتا بوش سرمان نخوری، مامان کلاتا بده سرمان نخوری. مطمئن میگه درست گیا نه راست گیا نه اما یعنی کمک میکنه. مطمئن میگه خیر راست گیا نه. مطمئن میگه مثل مامان بزرگتونه یا گول میزنه الکی گو سردته کسیفو بپاد. این بریم یک تو بسای خورد و خوراک این بسای براشون بگیره بیاره بند خدا گنا دار نخیره. اصلا هیچی نداشت، همه چیزش سوخته بود داخل آتیش، همه چیزش بدبخت سوخته بود. لاغ گفت که زمین اون صاحب زمینم میام میزنم ببینم دستش هم کجاست. آره دستش که من همینجاست، بیارمش دستش رو دستش هم برداریم بازم به خدمتت. خودکارمو نمیدونم کجا گذاشتم خودکارمو. بالاخره یخت وسیله برای خانم گرفتیم، هم یه چادری، یه خطه وسیله خورد و خوراک، بیسکویتی، رو گوجه، مکرانه، یه چادری، یه اضافه کفش هم گرفتم برای پسرش، پسر نازنینش. بله خودکار رو نمیدونم دستی چه برداشتم، خودکار آن خودهایی چیست می‌نیسه. این مسائل هم مادرم داد دستش در نکنه مادرم بالاخره مسائل اضافه چیزی براش دارم فعلا. خب بذار ببینیم صاحب زمین چی میگه، یه وقتی خواستیم ببریم شیز اینجا دیگه نمیخواد اینا رو بیاریم. سلام، خسته نباشی. صاحب زمین هستش؟ بله بله. خیلی خوش آمدید، دست در نکنه.
ممنونم. قربون برم. من دو کفش آوردم برای پسر. بعد یادم رفت خانم ببخشید اینا رو نه اختیار دارید. یادم رفت جوراب براش بگیرم داخل مغازه. خیلی ممنون. حتما باید کفش رو پاش کنم که آ خوبی؟ سلامتی؟ بالاخره دست در نکنه زحمتی که می‌دی. مادر شوهرش بالاخره میگه که اینجا آب آتش چشیده. میگه که اجازه زمین نباید بکنه. بعد خود خانم فرمودن که بذارم آب بریزم خانم ببخشید. بعد گفت که اینجا رو با آتش کشیده، گفت اینجا رو نباید زندگی کنه. بعد خودش فرمود که من یکی رو سراغ دارم ولی پول نداشتم که زمین رو بگیرم. آره خودشو گفتم ولی خب چیزی نداشتم که من زمین نداشته بودم. دست در نکنه، من خودم پولشو متقبل میشم. حالا زمینتون کدوم ور هستش؟ دور هستش؟ خب باشه با ماشین میریم. خب دیگه اگه دور هستش با ماشین میریم. پاشو خوش شدی ببخشید اینا رو. خیلی ممنون. پاش کنی ببخشید. بعد من چه کم آوردم برات، برای فردا صبح می نیستمش دستی که. خب اول بذار وسایلشو بار ماشین کنی. خب بعد میریم اونور زمینو بهمون چیز کن، دست در نکن. بالاخره زحمت کشیدی اومدی، ممنونتی. خب ببخشید یه خورده وسیله هم داخل ماشین هست، گفتم که میخوایم بریم زمینو چیز کنیم. خب دیگه درشو نیاوردم. نه اختیار داری. نه اختیار داری، ما وظیفمون هستش. ببخشید خانم اون دمپاش به درد نمیخوره یا دیگه نه؟ اونا پاره شدن. پاره شدن بلی. دیگه به درد گفتن یه وقتی که داشتم پای بذارم ایشون پاره دیگه پاره هستن. یه بابا شما هم یه ایشو کمک کنید تا وسیله رو ببریم با خانم. ممنون دستم. نه اختیار داری. بریم بشینیم، بریم سراغ زمین. گشنته فقط زمین اون بلاغوش پونسون گناه داره. آره یه بیسکویت هم بهش بده، چه چیزی بهش بده. مامان گشنته. آره گشنشه بهش بده. بیا مامان بیا. دست در نکن. شوهرش هم نیست. شما بچه رو بردار تا من جواره بردارم. یا الله فرق نمی کنم. بله خدا بچه رو باید از این آقا تشکر کنیم که بیاره به اخره. ماشین پایینی؟ آره ماشین. خب روشن کن، من الان پشت میام. من یه دقیقه میرم پشت شما میام. خانم ببخشید. بس چیزو زنگ نه، برام رو بگیرید. استاد خانم خیلی ممنون، دستتون در نکنه، خدا خیر خیرتون بده. نه اختیار داری خانم، بالاخره ما وظیفه مونه. بابای داره پیاده میشه میاد اینجا. از این وضعیت نه اختیار داری، همینجاست. من پیاده نشین یه دقیقه، من سنگ بذارم پشت ماشین. خانم ببخشید، بفرمایید. من خودم گهواره رو میارم. خیلی ممنون. نه اختیاره. بچه تون خوب میخوابه؟ بله. ببخشید میگه کمک من این چیزا رو ببریم دست در نکنم. زمین دیگه هم گفتی همینجا درسته؟ بله. باش. در بیارم
بیفته بچه مردم. تو شما میتونید اینو ببرید بالا، همینجوری هم ببرید بالا. من چادر همینه؟ آره همینه. مثل اینکه آماده شم کردی ها؟ آره آماده شدم. بفرمیشم بس در من خدا خیلی بس بزم این رو بزنم اینجا. فقط شما به ما بفرمایید خب چه اندازه زمین هستش که دیگه خانم بدونه خب که دیگه بعد شد هیچ مشکلی براش ایجاد نشه. فقط باید یه ذره کم بشه فردا بری منظر اصلا سنشو بزنی به هم باشه مشکل حالا ما یه قلومه اینجوری می نیستیم دستی قلومه که نوشتیم دیگه باش بری منظر دیگه به نام خودش بود بی زحمت برامون بکش بس در نکن فقط متراش رو به ما بگو خب متراشش کن حالا نه 100 متری هست 100 متر خب از کجا تا کجا میشه 100 متر شو بخوای بهش بدی میتونه خونه بسازه آره میتونه بسازه نه از کجا مثلا از این ور تا اینجا آره مثلا خب از همینجا آره از همینجا تا 10 متر در 10 متر خب باش بعد بزن دارم اون مترش کن خب حد و حدودش مشخص باشه که دیگه این خانم هیچ درسی براش ایجاد نشه باشه متر نیست ولی میتونم آره طوری نیست این با 5 متر کنی طوری نیست مسئله نداره من داشتم میت نبردم این حدود بذار من یه قلومه داخل ماشین هست بیارم باش من یه قلومه داخل ماشین هست برم بیارم بیا مامان بیا قلومه رو بردم خب اول بفرمایید قیمتشو خب تو من بنویسم قلومه آماده هستش خانومی نیستمش خب خیلی ممنون چون یه نام خودش باشه بفرمایید تو مال چه زمین اینجا متی تو 500 حالا به خاطر اینا نه ساعت من گناه دارم خب دو تا بچه کوچیک داره خب گذشت بهشون کنم چون من میخوام پولشو بدم خب دیگه همون متری 200 هزار تومان بهشون بده ما حالا داریم 50 تا چند می‌کنیم 250 دست در نکنید نه دیگه بهش رو میزنیم خانم شما هم دیگه اما متر 200 هم می نویسم هیچ دیگه هیچ اکرای هم نداشته باشه اون متر 200 چون خیلی چنده میشه 20 میلیون خب من یه تون دیگه هم میذارم روش 21 تومن خیلی چنده بفرمایید کدوم میتونه حالا بالاخره گذشت کن گناه داره بچه کوچیک داره یه بچه هم داخل جوابی داره الان قیمت خیلی روشه بعد فکر کنم 50 تومن حالا بالاخره این مادر شوهرش انداختنش بیرون نست کنه درد نشم بخاطر اونجا نیاز داریم گناه داره بالاخره با دو تا بچه دو تا بچه گناه داره حالا 30 تومن کجا 20 تومن کجا حالا گذشت کن بهش بالاخره من میخوام یه خطه مثلا براش هم میخوام خونه بسازم خب بالاخره یه شنی یه ماسه ای این چیز میخوام براش بیارم با نیسان خودم دیگه گفتم گذشت کنی بیا دستو درمه کنه خیلی چمه اینجوری خب دیگه آخرش من 24 تا هم می‌نویسمش بفرمایید چیزتون رو خود می‌تونید بفرمایید بدرو 466 380 بعد اسم کوچیکم بفرمایید محمد باقر بله این خانم هم که فاطمه آیدی هست
هستیم. اشکال نمی کنیم فرمیم. 566 580 94 95 این زمین در حجه این جانه خانم ببخشید فقط شما اینجا رو امضا کنید برای ما ببخشید اینجا رو یه بنات کمی نیستن دست در نکنه ممنون بذار من خودم هم پاشو امضا کنم که دیگه بالاخره این خانم هم دیگه امضا کنه که دیگه هیچ چیزی داخلش که چای داخلش نباشه دست خانم دیگه شما امضا کنید این خانم شما خیلی ممنون اختیار دارید بالاخره فردا صبح خب دیگه این در این زمین در اختیار خودتون هستن ببخشید بعد میری معذرت دیگه میدونی میرام خودت فقط من میخوام تو که بنویسم برای این آقا ببخشید که من در بیارم من نیستم چه جهر تو خانم ببخشید اینو بفرمایید بگید این قلمه مال شما هستش بس. امروز چندومه؟ 27 من میزنم نیستمش برای 28 28 12 به روز برات نیستمش شما میتونی کار دیگه هم کنی اول شما میری بانک چک تو پول میکنی خب بعد میری معذر میزنیش به نام خانم اوکی هستش که دیگه هیچ اجرایی هم نباش بالاخره این چک ها نقد هستن آقا در وضع خودتون می نویسمش یه بار دیگه بفرمایید خود منتون رو ببخشید 2013 و 404 اینم آقای باقری عزیز اینم که امضا در حضور بذار من پارش کنم چه که من در حضور اپراتور میشون اپراتور من بدم در وجه ما در خدمتونیم دستان در نکنه یک گذر شهری ازش من ممنونتونم ما شما میتونید به سلامت من یه بالاخره چادر رو براشون اتکاف کنم ما در خدمتونم عزیز دلی خداحافظ خیلی ممنون دستون در نکنه بالاخره زحمت کشیدی خیلی ممنون آقای مهندس نه اختیار داری ما وظیفمون بوده بذار من چادر رو براتون چیز کنم علمش کنم براتون همینجا میخوای گهواره رو بذاری اون بغل خب که بیدارم نشه یه جوری بذارش بیدار نشه بچه من چادر رو براتون چیز کنم لخری اخته وسیله پاکه یه پتو آوردم براتون دیگه ببخشید خیلی ممنون دستون دارم یه چادرش برزنت هستش خانوم یه آبم نفوذ نمیکنه حالا ان شاء الله یه وقتی چیز بشه بله هوا یخت بهتر بشه بعد براتون حتما این ساختمون رو براتون میسازم آره مامان بیا نذارین اینطور میخوای دربشو اینجوری بذارم دربشو بله کدوم بر بیفته خانم؟ اون سم ببرد تابش بده همینجوری تابش بده شما من در بشه بگه نکنستم فقط باید خانم باید کاری هم کنی من یادم رفت باید یخت بلوچ بیارم برات خب یه بلوچ خب حالا یه جوری امشب رو سر کن امروز خب باید بلوچ برات بیاریم یه سکو بچینیم برات یه پلاستیک بندازیم روش که دیگه نه اختیار داریم بعد که چیز باشه باید بچه تا نیفته خانم این برشت من بچه رو بیارم نیفتی داره کیف میکنه کفشا رو داره کیف میکنه آره ببخشید بچه تون رو بگیرید من وسایلتون رو بیارم خب یه رفع زحمت کنم ببخشید من وسایلتون رو بیارم خیلی ممنون دستون در خودمون دیگه میاریشون دیگه من یک کاری برام پیش اومده اختیار من یک کاری ما در خدمت نه اختیار من یک کاری برام پیش اومده دیگه خودت میتونی بچینیشون داخل بله خودم ما در خدمتون خیلی خوشحال شدیم هر کاری داشتی خانم خب به اپراتورتون بفرمایید به من زنگ بزنه خب اگه کسی اومد اینجا مزاحمت شد خب حتما به من بگید فقط من یه فقط ببخشید بعدا ما نبردم
ما در خدمتتونم. این ممنون زحمت کشیدید. نکرده به این آقا هم گفتم خب گفتم چکشو براش نوشتم بعد میبره بانک بعد میاد دنبال شما میری امضا میکنید دیگه این زمین به نام خودتون میشه. ما در خدمتتونم. خداحافظ. آقا پسر خداحافظ. خدا خیرتون بده. ما در خدمت. ما در خدمتتون. خداحافظ. خدا خیرش بده. نکن تا داداشت به من بخیر ما پا خلاب که نکنم بیا مامان بیا آراد خلاب که نکنم من شرمنده هم دوباره باز جاشتم خدمت ببخشید من فقط وسایل جلو ماشین بود یه خواهد هم فراشم برم نه اتیار داری گفتم که ما رو شما هستم بله بله ما در خدمتونی ببر پسر تو همه برداخل نه ما در خدمتونی پسر به برداخل سرمان نخوریم ما در خدمتونی ببخشید خدا حافظ خدا خیلش بده بشون در نکن بشین ما بشین گشنته مامان؟ نه آفرین یادم اما داداشت للا کنم مامان